اگه یادتون باشه تو ویدیوی قبلی مربوط به نید فور اسپید آنباوند ما این آریکس 7 رو یه ستاپ دریفت روش بستیم و از اون طرف هم اسپورتش کردیم و توی این ویدیو قرار ببینیم آقا اصلا دریفت توی NFS آنباوند چجوریه و چجوری شده یه چند تا مسابقه دریفت هم بریم و شاید هم یه کارهای دیگه بکنیم و از همه مهمتر یه طرح رنگ میخوام روش بندازم. پس در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. به همه خوش اومدید به چنل داون شیفت و من علی هستم در کنارتون با یک ویدیو دیگه از بازی نید فور اسپید آن باوند. چطور متورین؟ همین اول یک خبر خیلی خوب بهتون بدم بچه ها. اگه یادتون باشه گفته بودم کسایی که ایکس باکس دارن سرورهای آن باوند براشون فیلتره، نمیتونن برن تو، ولی یه دی ان اس پیدا کردم که بدون تحریم شکن، یعنی بدون اینکه کابل لن وصل کنین به لپتاپتون، میتونید به سرور وصل شین و خودم همین الان قبل اینکه ویدیو بگیرم براتون کشفش کردم پشمام ریخته. دی ان اس اول یا پرایمری هستش 78.157.42.100 توی بخش سکندری، چون میدونی که DNS دو تا کد باید بزنی، کد دوم 78.157.42.101. این آریکس 7 بود که ما ساختیم، یه نگاه بهش بندازیم. بال عقبشو کندم، نمیدونم رینگ BBS روش انداختم، اسم کیتشو یادم رفته چی بود انداختیم و من میتونم طرح دانلود کنم، طرح رنگ و اینا، ولی دوست دارم خودمون بسازیمش، اینجوری به نظر من جالب تره. برای رنگ اصلی همین رنگ خاکستری یا ناردو گری که روش هست و راستش بخواین من دوست دارم و به نظرم ترکیب رنگش با این رینگای BBS طلایی تور یا ببخشید مسی تور در واقع خوبه، ولی میگم حالا بیایم یه ذره تغییرش بدیم. قرمزش هم خیلی چیز جالبیه، او مخصوصا با چراغ عقباش خیلی ست میشه. از اون طرف او این خیلی خوبه آقا، این بیشتر چش منو گرفت، این خیلی خوبه. حالا بذار ببینم تیره ترش کنم یا نه، برای همین میرم تو قسمت متریال اصلا میدم گلاس بندازیم، نه متالیک گلاس نه. خب یکم تیرش میکنیم رنگشو، بذار ببینم خیلی تیره شد، یکم کمتر، یه ذره غلظتشو کم میکنیم و خب این برای رنگ پایه خوبه. حالا بریم سراغ ترمیم تو قسمت رپ و خب در سمت شاگرد ادیکال من چی میتونم بندازم روش؟ یه طرح خیلی ساده ولی شیک قصدم اینه که بندازیم روی این و بذار ببینیم این مثلا چجوری میشه. من میتونم اینو اینجوری، او گرفتی چی شد؟ ببین اینو مثلا اینو بزرگش کنیم بیاریم اینجا. حالا بذار رنگشو مشکی کنم. خب حالا زیاد جالب نمیشه نه؟ آره واقعا او نه 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 وایسا 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 بذار پاک کنم اینو. خب یه دیکال بگردیم دوباره. خب از این جور خط و خطوط ها، از این خط و خطوط که منظورم آره دیگه، از این خط ها میتونیم استفاده کنیم. این مثلا چیز جالبیه، ببینیم مثلا اینو بندازیم رو کجا، مثلا اگه بندازم رو اینجا، او فهمید، من اون خط زیریشو اصلا نمیخوام، من اینو میارم اینجا، میاریمش به این سمت، میچسبونیمش اینور، حالا بزرگترش میکنم سایزشو، بعد میارم اینور یکم بچرخونیمش بیشتر و حالا رنگشو مشکی کنیم. آها این به نظر من جالبه، این به نظر من جالب شد. حالا نظرتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید که چجوریه و اینا. خب این از این ور، بعد بذارم میررش کنه. میرر یعنی چی؟ یعنی این ورم همون چیزی که ساختم رو بندازه که انداخ. اینجا ویدیو چطور؟ اگه راضی هستین یادتون نره سابسکرایب کنید، اگه تا الان سابسکرایب نکنید حتما ویدیو رو لایک کنید، حتما نظرتون راجع به این بازی و ویدیوها بنویسید توی کامنت ها، بهم فیدبک بدین که بدونم از چی خوشتون میاد از چی بدتون میاد. خیلی خب احساس کنم این طرح ساده ای که انداختم خیلی طرح کافی و اوکیه، فقط میخوام روی شیشه جلویی یه طرح بندازم، ادیکال یه نوشته بذارم، در واقع طرح نه، یه نوشته ژاپنی تور، ولی چون از این ژاپنی یه بار استفاده کردم میخوام یه متن دیگه بنده. او چه سمیه این، چه سمیه این، همین خوبه. میندازم اینجا، دقیق اینجا. خیلی خوب اینم از این، خوب چیزی شد آقا.
دوستش دارم، دوستش دارم. عقبی هم نمیدونم شیشه عقب چی چیزی بندازیم، مثلا شیشه عقب، شیشه عقب به نظر من نیاز نیست الان بندازیم. آه نظرتون چیه؟ اما همون چینی بود یا ژاپنی بود، اون نوشته به چه زبانی بود انداختم. خوبه بریم دریفت بزنیم ببینیم که چی میشه. اپلای چنجز، بله نیو. خب باید یه جایی بریم که پیچ و پیچ باشه، اونجا تست کنم ماشینو. کجا پیچ و پیچه؟ توی این مپ، این اینجا، این قسمت کوهستان. بیایم اینجا. صدایی داره. حالا بذار ببینم دریفت میکشه به همین راحتی. وایسا دریفت بکش. من تمام هندلینگ رو دریفته، نگاه کنین خودتون شاهد باشین، تمام رو دریفته. درافت اون یا دریفت؟ آن دریفت میگم. وایس. خب اینجا یه ذره مسیر پیچ و پیچ نیست. وایسا. آها برو کنار، همینگی برین کنار. آهان ماشالله، بیا این وسط، درود بر تو. خب اینجا بذار تستش کنم. آها او یس یس یس. اوه اوه چه دریفت کشی شده، باریکلا بنازم، خیلی خوب بود. اه بعضی موقعا یه ذره لج میکنه، اینم یه هندلینگ آرکیده دیگه، سوپر آرکید در واقع، به این نمیشه گفت کامل آرکید. اخ ای بابا، ببخشید غلط کردم. وای نه دنبالم وایسا. حالا این دنبالمونه، هیت یکیم، چیز خاصی نیست. بذار همینجوری ما این وسط اینا دنبالمونن، دریفتمونم بزنیم. آها بسیار عالی. و حالا بذار ببینم اه بپیچیم بر احسن. داریم به اون مسیر پیچ با پیچ ها بچه ها نزدیک میشیم. ایول بچه ها، اینجا بذارین یه لحظه یه چیزی بگم. اینجایی که دارم میرم شانسی انتخاب کردم ها، ولی اینجا زون دریفته. ببینیم چقدر میتونیم اسکور بزنیم. اوه 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 اوه، این مثل فورزا ماشینا رو غیبم نمی کنه که بتونی راحت دریفت بزنی. بکش دیگه. چه اینجوریه؟ یا بکشه خیلی خوب میکشه یا اصلا نمیکشه، تعادل نداره. بذار ببینم، نیترو، ترمز، بکش دیگه، بکش بکش عزیزم، کامل 100% رو دریفت هندلینگ. تایر دریفت انداختم اصلا. ای بکش، بذار ببینم تراکشن کنترلش روشنه. نه والا خاموشه. استیرینگ سنسیویتی های، میخوای کمش کنم شاید بهتر شه هان، یا اینو بذارم روی وسط. بذار ببینیم شاید تغییر کنه. خب خوبه. ای بابا خوبه. حالا بیا اینو دریفت نمیکشه واقعا، خدا پدر فورزا رو بیامرزه برای دریفت. حالا میفهمم اون چه جواهریه. ای بابا برو گم شو کنار، تازه هیت یک شدیم. اوکی من میخوام یه زون دریفت دیگه بریم. یه ذره هنو برای من دریفت این بازی راستشو بخواین عجیبه، یا نمیکشه ماشین دریفتو، یا اگه بکشه به نسبت خوب میکشه، یا واقعا نمیکشه، حد وسط نداریم. انگار نه انگار ماشین دریفته و بعد همینجور ول باشه، نمیدونم چرا. چراشو که میشه گفت به خاطر هندلینگ سوپر راکت NFS، ولی نمیدونم آخه. بذار ببین ترمز میزنیم. اوکی آها این خوب بود، اینجاش مثلا خوب بود. اوه ترافیکو ببین حالا، اصلا میدونی یه ذره فرمون میدی نمیخواد باهات همراهی کنه، باید ترمز دستی و مثلا بیشتر اوقات بکشی تو پیچای تون. و شاید یکی بگه خب این لازمه دریفته. نه به خدا، لازمه دریفت اینه که یه لحظه پاتو تا ته بذاری روگات کونه ماشین دره، بعدش اونجا کنترل کنی ماشینو. اه بکش تو این، خیلی باید ترمز رو بگیری. دریفت توی نیت فور اسپید 2015 و حتی پی بک و حتی هیت خیلی ساده تر بود به نظر من. ساده تر یعنی منطقی تر. به این نمیشه گفت دریفت سخت، این
یه مشکل فیزیک داره. اوه اوه ای بابا، بیا بیا چک پوینت می... زد چک پوینت میس لاشی به من ندادی چیو. راضی هم ازش، هم راضی نیستم، ولی بذاریم برم حالا ماشینمونو عوض کنم. این از دریفت بازی که براتون توضیح دادم. خب رفقا نظرتون چیه که یه رکر این خرسه رو بذار بگیرم؟ این چیزا بچه ها بهتون افکت مفکت و از این چیزا میده. اگه چند تا ازشون مثلا واکنین شرط داره، ببین خودتون ببینید. ببین الان مثلا گفته 20 تا از این خرسه بزن، اواز شد گریت رو وا کردم. خب خوبه بچه ها، نظرتون چیه یه مسابقه اس پلاس بریم؟ در واقع برای فورزا بازا بگم میشه اس 2 فورزا هورایزن اس پلاس بیکس. بیا همینو بریم حاجی، خیلی میچسبه. یه ماشین جدیدم گرفتم، بزن بریم. خب برای این اس پلاس من ماشین ایس اپراکیو که گرفتم، ولی من این نیسان سیلویا رو برمیدارم و شرط بندی میکنم که شیمیتزو رو نه. شیمیتزو بابا لاشی یه کاراکتر یه لافراری داره، هیچکی اصلا میم شده تو خارجی ها، هیچکی نمیتونه این لاشی رو ببره. نه اینکه حالا کلا نتونیم، ولی واقعا خیلی سخته بردنش. این همون نیسان سیلویاییه که اول بازی از من گرفتن و پسش گرفتن و لژندری کاستومش رو دارین میبینین. خیلی کیت قولیه اصلا. خب ریس شروع شد، خود ماشینم خیلی ماشین قولی شده. این اولی ها رو میگیریم، باید حواسمون باشه تصادف نکنیم. راستش بخوای این چیزی که هست تو این بازی من خیلی زیاد تصادف نکنم. چقدر راحت اینا رو رد کردیم. ماشین خیلی اوپی شده. اوه وایسه وایسه وایسه، اون مکلارن 570 اس یا پلیس. وای خدا مرگم بده، خدا مرگم بده. واقعا بعض جا هندلینگ شوت میزنه تو بازی. این یکی بزرگترین ایراداشه فکر کنم. خب اوه اورو پلیس. حالا دیگه نمیرسی. نه 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 نه، دریفت نکش، دریفت نکش، دریفت نکش، دریفت نکش بابا. ریستارت اوشکول. برای بار دوم شروع میکنه این ماشین. اگه دریفت نکشه من ممنونش میشم. خیلی خوب اینا رو که رد میکنیم اول. اوکی مکلارنه که اونم کاراکترش کاراکتر قویه، ماشیناش قویه. لایریک، لایریک اسم یارو. اوکی وای، من فکر میکنم این مسابقه رو بتونم صحیح سالم تموم کنم. خیلی هندلینگش وله. ای سپراکی چهارم شده با شرط بستیم، ولی ما ازش جلوتریم، پس شرط رو فعلا برنده ای شرط ماییم. علی بابا اینجا چرا تو سرعت بالا اینجوری میشه؟ برو بابا ریدم توت. چرا تو سرعت بالا اینجوری میشه این ماشین؟ این ماشین هم نفقه کلا هندلینگ NFS اصلا نمیدم چرا یه ذره زیر ماشین خالی میشه اصلا. نگاه کنه دریفت میزنیم اینو، 911 رو رد میکنیم، سی کلاس رو رد میکنیم. برو 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 برو. خیلی خوب میگیریم به راست اینجا. یا خدا داشتیم میخوردیم. نیترو نیترو نیترو. اوه وای وای، چرا اینجوری میکنه؟ یهو میگیره یه وری. وای خدا، یه بار دیگه بابا ریستارت. آقا چرا میگیره هی به یه ور؟ عجب بابا. آقا یه بار دیگه، دوباره دیگه فایده نداره که. تا وقتی که هندلینگ اینجوریه، حداقل هندلینگ این ماشین اینجوریه، وضعیت همینه. من کار ویژه‌ای نمیتونم بکنم که. برو کنار. ترمز فقط باید بیشتر بگیرم فکر کنم دیگه. بذار آقا این دفعه تو این مسابقه بیشتر ترمز بگیرم ببینم تغییری ایجاد میشه یا نه. وای وای، معلوم باید دهنه کیو سرویس کنم. زندگیتونو سیاه میکنم. اینجا همه مال من. خدا کدوم گوساله این وقت وسط پنج تا ماشین مسابقه داره همینجوری تونل و این گوساله ها میاد. درافتش کنیم 911 رو. درافت 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 درافت. نزدیک میشیم، نیترو میزنیم و اوکی. اوه وای وای، سلام بنده رو به مادرتون ابلاغ بفرمایید. وای خدایا عجب وضعیت پشمک بیناموس. مگه کارما کارما آشغال. خیلی خوب داریم به دو نفر دیگه هم نزدیک میشیم، نیترو رو بغل میکنیم. وایسا وایسا.
خیلی خوب، نفر چهارم رو رد میکنیم، میرسیم به نفر سوم. یا ابوالفضل وایسا، این نفر سوم، نفر سوم رو هم رد میکنیم. وای جون مادرت، نه داره کنترلش از دست میره. یه لحظه زیرش خالی شد، نگاه کن تو رو خدا. اوکی میونش رد میشی. بابا اینجوری چرا میکنی؟ بعد این ماشین هندلینگش رو درست کنم ناموسن. اینجوری نتیجه نمیگیریم آقا. خب اوه چه فاصله گرفت یارو از من. و بله با 300 کیلومتر دستی رو میکشیم و میپیچیم به چپ و هیچ اتفاقی نمیفته. ماشینمون اصلا چپ نمیکنه، فقط اینا همه جلو زدن. چقدر عجیب. 911 رو الان ردش میکنم. وایسا. اوهو برو کنار بابا چاقی. تاکسی. داریم به لایریک دوباره میرسیم. حالا لیریک اسمش یا لایریک دیگه نمیدونم. اوکی اینجا گازو ول میکنم، درسته. وای اوکی درسته. فکر کنم چک پوینت رو آخه جا انداختیم. برو گم شو پدر سگ پیریوس. آه 88% الان تمام میشه مسابقه. پنجم میشیم فکر کنم. شرط هم باختیم دیگه تقریبا که آره باخت. نیدم چشام ضعیف، نیدم. وای اینم ردمون کرد عجب بابا. وای برو. خیلی هندلینگ این ماشینی راد داره، باید هندلینگش رو درست کنم. اصلا نمیشه، سریع تو سرعت بالا کنترلش رو از دست میده. و هندلینگ و فیزیک این بازی با اینکه خیلی بهتر از نیت فور اسپیدهای قبلیه، جای کار داره هنوز. و دمتون گرم تا اینجای ویدیو همراه بودین، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. دمتون گرم تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.